امروز میخوام برای زوار مراسم اربعین حسینی چند کلمه در مورد یکی از اورژانس‌های شایع در این فصل و در این منطقه به خصوص صحبت کنم، در مورد عقرب گزیدگی. با نام یاد خداوند بخشنده مهربان، دکتر آرش تبرایی هستم، دستیار ارشد تخصصی رشته طب اورژانس. همه عقرب ها سمی نیستن، همه گزش های اونها هم سمی نیست. یکی از خطراتی که افراد رو در پیاده روی اربعین تهدید میکنه این هست که با پای پیاده به این سفر ادامه میدن و طی مسیر میکنن، احتمال داره که حالا جدا از اون صدمات جانبی مثل فرو رفتن شیشه و سنگ در پا دچار گزش بشن، اما گزش در حین پیاده روی رخ نمیده. فرد وقتی میخواد استراحت کنه و کفشاشو در بیاره یا اینکه زخم های پاشو درمان بکنه، روی زمین میشینه و خب این احتمال وجود داره که حواسش نباشه و پاش به عنوان تهدیدی برای عقرب مطرح بشه و عقرب پای اون فردی که داره پیاده روی میکنه و حال استراحت کرده رو بگزه. برای پیشگیری از عقرب گزیدگی چند توصیه مهم وجود داره. در فضاهای باز و روی زمین نخوابید. سعی کنید اگر وسایلتون رو روی زمین میذارید در داخل یک کیسه پلاستیکی محکم باشه. هیچ وقت برای شوخی یا برای سوژه پیدا کردن عقرب ها رو با دست نگیرید و سعی کنید موقعی که میخواید وسایلتون رو از روی زمین بردارید، چون اون وسیله یک سایه ایجاد میکنه، ممکنه که جانور بذارش پناه ببره، قبل از برداشتنش حتما با یک چوب یا یک عصای وسیله بلند اطرافش رو وارسی کنید. هرگز اجازه ندید که کودکان به سوراخ‌های روی زمین دست بزنن یا از روی کنجکاوی به سمت این جانوران برن، چون در صورت گزش، مخصوصا گزش سر و صورت و گردن کودکان، امکان مرگ وجود داره. حین خوابیدن هم کفش رو داخل یک کیسه قرار بدید و با پاپوش مناسب مثل یک جوراب مناسب در محیطی که مطمئن نید عقرب بهش نفوذ نداره استراحت کنید و از استراحت کردن روی خاک و در فضای باز و فضایی که ممکن عقرب از حفره‌اش بیرون بیاد و شما رو بگزه خودداری کنید. عقرب ها با توجه به ساختار بدنشون توانایی بالا رفتن از ارتفاع کوتاه رو هم دارن. برای مثال از پایه‌های چوبی زبر یک تخت هم میتونن بالا برن یا میتونن به لباس یک فرد بچسبن و میشه گفت به وسایل اطراف منتقل بشن. لذا اینکه شما اطرافتون رو چک بکنید، ترجیحاً پایه‌های تختتون فلزی و صیقلی باشه یا در یک محیط بسته داخل منزل روی زمین بخوابید که با خاک و با محیط زندگی عقرب تماس نداشته باشه بهتر هست. و حتما قبل از آنپک کردن و باز کردن وسایلتون اونها رو یک بار چک بکنید. اگر وارد محیط منزلی میشید با خودتون عقرب رو وارد منزل نبرید. علائم گزش چه است؟ همونطور که گفتیم بسته به نوع عقرب، ممکن از یک گزگز و خارش خیلی ساده موضعی تا یک درد بسیار شدید تفاوت بکنه. ممکنه اون ناحیه دچار قرمزی پیشرونده بشه، متورم بشه، کل اندام متورم بشه، فرد دچار تهوع و استفراغ و سردرد بشه، تنگی نفس پیدا کنه، کاهش سطح هوشیاری پیدا کنه، وارد فاز تشنج، کما و حتی مرگ بشه، که البته موارد مرگ خیلی کم هست. لذا اگر فرد در حال بدحال شدن هست حتما با اورژانس تماس بگیریم و حتما در صورت حضور در منطقه که خیلی ازدحام داره و اورژانس ممکنه دچار اختلال تردد بشه، فرد رو به مرکز درمانی برسونیم و از اقدامات خودسرانه اجتناب کنیم. در صورتی که فرد دچار گزش بشه چه کار باید بکنیم؟ فرد رو باید آرام نگه داریم، روی زمین بخوابه، نباید اقدامات مضر انجام داد و نباید کارهایی کرد که صدمه رو تشدید میکنه. از داغ کردن ناحیه با فلز داغ یا ماساژ دادن، استفاده از زمادهای گیاهی، استفاده از تریاک، اینکه اون ناحیه رو تیغ بندازن یا ناحیه رو بالاتر از قلب ببرن، روش ضربه بزنن، از اینا باید خودداری کرد. این مسائل نه تنها به نفع مریض نیست، بلکه میتونه ضرر جدی هم داشته باشه. اون ناحیه رو نیاز نیست بانداج بکنیم، بلکه فقط حتی امکان اون قسمت از بدن پایین تر از قلب باشه. برای مثال پا پایین تر از قلب باشه یا دست پایین تر از قلب باشه. ما میتونیم از مسکن‌های خوراکی مثل استامینوفن برای درد بیمار استفاده بکنیم. اگر امکانش هست عقرب رو با یک ظرف بگیریم یا توسط موبایل ازش عکس برداری بکنیم که شناسایی نوعش ساده‌تر باشه. محل گزش رو اگر فرد میتونه با درد مشخص کنه یا جای نیش مشخصه، با یک خودکار علامت میزنیم و ساعت گزش رو هم کنارش مینویسیم. همچنین برای کنترل درد بیمار میشه از کمپرس سرد روی ناحیه استفاده کرد، که البته باید حواسمون باشه زمان طولانی از این کمپرس سرد استفاده نکنیم و همچنین فشار زیادی اعمال نکنیم تا از سرمازدگی و صدمه بافتی ناشی از اون کمپرس یخ هم جلوگیری بشه. یکی از اقدامات دیگه‌ای که میتونیم تا رسیدن اورژانس انجام بدیم یا تا انتقال بیمار، شستشوی ناحیه
صحیح گزش با آب و صابون به صورت ملایم هست و اگر فرد دچار تشنج شد یا سطح هوشیاریش کاهش پیدا کرد، ما اون رو در وضعیت بهبودی قرار بدیم، یعنی به سمت راست بچرخونیم و دستش زیر سرش باشه، و اگر دچار تشنج شد هیچ جسمی رو بین دندانهای بیمار قرار ندیم یا سعی نکنیم که فرد رو بگیریم چون ممکنه صدمه بیشتر بشه. عقرب هم مثل همه مخلوقات خداوند حق حیات داره و ما نباید سعی کنیم که در دیدن عقرب به صورت پیشگیرانه سعی در کشتن اون داشته باشیم یا لهش کنیم یا برای تفریح اون رو به دام بندازیم تا عکس و فیلم بگیریم. همین که ما کاری به کار عقرب نداشته باشیم باعث میشه خیلی از گزش ها صورت نگیره. در پایان برای همه زوار حرم امام حسین علیه السلام آرزوی سلامتی دارم، امیدوارم که سفر بی خطری در پیش داشته باشن و حتما نکات ایمنی رو رعایت کنن.